نقد و نظر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا رسول الله وعلى آله آل الله وعلى أعدائهم لعنة الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أهل بيت الحسين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اثر ارادت و اخلاص. سلام عرض میکنیم بر شما بینندگان فرهیخته و ارجمند که شبکه جهانی امام حسین رو انتخاب کرده اید. برای ما افتخار بزرگی است که در خدمتتون هستیم و مباحثی رو تقدیمتون میکنیم که این مباحث کمابیش مغفول مانده است. امروز هم مثل جلسه پیش بحث معاویه رو پیش رو داریم، اما بحثی قرآنی. در جلسه قبل گفتیم که یه آیه ای در قرآن هست که معاویه و دار دستش، یعنی خط فکری اموی، توی اون آیه مونده بودن و خیلی جنایت ها در حق قرآن شد، حداقل به واسطه این آیه. امروز هم همین بحث قرآنی رو دنبال میکنیم، اما از یک زاویه دیگر و به شکلی دیگر. نگاه عمده ما به مسئله تفسیر به رأی هست. هم به سنت توجه داریم، هم به تفسیر قرآن و هم تاریخ. پوزش میطلبیم از اونهایی که فکر میکنن این مباحث ناروا و ناشایست است و اصرار میکنیم بر این حرفمون که این مباحث لازم و بایسته است طرحشان، اما گزنده است فهمشون، به دلیل اینکه زوایایی رو طرح میکنه که اون محور اصلی نقطه درد طرف مخالف است. ما انگوش میگذاریم بر نقطه ای که طرف مخالف که اسیر وهمیات شیطانی شده، اینها رو به عنوان یک باور پذیرفته. حالا ما بحث تفسیر به رأی رو طرح میکنیم و میخوام بگیم که اصلا تفسیر به رأی ممنوعه. هیچ کس حق نداره قرآن رو تفسیر کنه با رأی خودش. خب این برنامه رو هم از سر شادمانی و شعف، از سر افتخار و نیاز، نیازی مبرم، نیازی شدید، تقدیم میکنیم به حضرت فاطمه زهرا. شما که پای این برنامه می نشینید، ثوابتون هدیه می شود به بانو سیدت نساء العالمین. و عرض دیگری ندارم جز این که بگم از طرف شما نایب هستم محضر استاد ارجمندمون، نویسنده پرکار و پرتوان، فقیه و محقق در عرصه های علوم اسلامی و نکتیاب و نکتسنج، حضرت آیت الله موسوی زنجانی. سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید آقا. هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی. علیکم السلام. و محضر همه بینندگان عزیز ارجمند و دوستان زحمت کشید. علیکم السلام. آقا در خدمتتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث معاویه است که میخواییم بگیم معاویه کی بوده و چه خیانت هایی کرده و سلفی ها و وهابی ها ایشون رو به عنوان به اصطلاح صدر اعظم خود قبول کردن. همونطور که اشاره فرمودید، بحث دیروز یک جمله شد در آخر. در قرآن آیه هست، اگر ظاهر آیه را بگیریم، در یک منطقه امنیت هست برای هر مسافری، همش هم باغه، آباده. بعد آقایان سلفی ها 1400 سال گفتن که از یمن تا شام همه باغه، همه آباده، همه آباده، امنیت فراوان، همه امنیت، هیچ راهزنی نیست. یعنی کل بشر مطلع از جغرافیا میدانن دروغه.
و این رو زمانی گفتن که بشر نمیتوانست مطلع شود. اون زمان نه ماشین بود نه وسیله. خب حالا به حالا اصلاح کنن وهابیان که اصلاح نمیکنن. الان که دیگه همه مردم از همه جای دنیا میتونن مطلع بشن، حالا یه خورده هم شیطونی کنن برن توی گوگل ارت که دیگه پشت بام خانه هر کسی هم معلومه، چه رسه به اینکه بیابون ها و اینا. الان ما در برابر این پدیده روبرو هستیم. آقا اون زمان معاویه و درباریان خودش نشستن گفتن مردم که بی اطلاعن، طرف میبینه 80 سال توی روستا زندگی میکنه، از روستاش نمیاد بیرون، اگه بیاد بیرون بینه تا سر زمین نهایتا، یا بره از روستای بغل مثلا دختر خواستگاری کنه بر پسرش مثلا. الان دیگه چه کنیم؟ حداقل الان یا بیان بگن اشتباه کردیم ای صاحبان خرد و اندیشه، ای مخاطبان ما، یا اینکه بیان توبه کنن. یعنی واقعیت مطلب این هست، آقا واضحه، روشن طریق حق. اتفاقا خداوند جوری عمل کرده که ولایت امیرالمؤمنین و حقانیت اون و ائمه معصومین در منابع خودشون حتی روشن هست و با خرد و فطرت سالم به راحتی میتوان این راه رو پیدا کرد. روز قیامت خداوند حجت رو داده، بله، ابلاغ کرده. کم کسی است که بتونه بگه بی اطلاع. یعنی خب عبارت خیلی جالب رسون دیگه مطلب رو. اگر کسی امروز به یک نفر که مطلع از جغرافیاست، که اکثرا مردم مطلع، بگن آقا اگر در کره زمین امروز بیش از 2000 عالم سلفی باشه و وهابی باشه، هر 2000 نفرشون فتوا دادن از یمن تا سوریه همه باغه، الان هم می نویسن. اینقدر انحراف تبدیل به فرهنگ شده، حتی یک نفر ما وهابی نداریم بین شام، بین سوریه و یمن که بدترین نقطه عالم از نظر چیش؟ زمین شورزاری، عدم امنیت، خشک، لم یزرع، درست؟ میگن همه باغه. استاد چند وقت پیش کلیسا بیانیه داد، گفت ما از گالیله پوزش می طلبیم که برای اثبات یک موضوع علمی جانشو داد، ما جونشو گرفتیم و کشتیم. پوزش می طلبیم از معاصران و آیندگان، گذشتگان که دیگه دست وهابی ها عذرخواهی نمی کنن. حالا ما میخواییم بگیم که ببینید این همه جنایت شده، بله، یکیتون که داعیه دار هست بیاد بگه آقا پوزش می طلبیم، ما امام حسینو صلوات الله علیه در کربلا کشتیم، در پی این هستن توجیه کنن عمل یزید، بله، معاویه رو. بابا یکیتون بیاد بگه آقا من سر عقیدم هستم اما این جنایت ها رو کردی. بله. حالا بحث امروز حلقه بعدی اونه، بحث معاویه است. یکی از کسانی که معاویه رو برد بالا، فضیلت براش جعل کرد، بخاریه، نور چشمه، وهابیون، معتبرترین کتاب وهابیون، بخاری، در صحیح خودش در سه باب یا سه فصل یا سه موضوع سه جا آوردم معاویه رو تمجید و توصیف کرده به فضل و کرامت. خب ما میرسیم به این که اصلا خود و صحیح بخاری بحث کردیم، امروز از زاویه دیگر بحث میکنیم که در مباحث سابق اصلا به اونها نپرداختیم، مطلب جدیدیه. قبل از پرداختن به این یک نکته عرض کنیم که لازمه. پیغمبر اسلام فرمود قرآن را من آوردم، خود قرآن را، اما تفسیر قرآن را خدا به من فرموده بده به اهل بیتت بشه پای اسلام دوتا، قرآن و سنت. قرآن و اهل بیت، اینجوری بگید. بله، هر دو عبارت درست. بله، اهل بیت، قرآن و اهل بیت، مبینان سنت و قرآن، قرآن و اهل بیت، یا قرآن و سنت که اهل بیت حامل اون بود. یعنی اون جعل بزرگی که سلفی ها کردن، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و سنتی، باز هم بله، با این که روایت مجعولی است و واضح جعل بودنش، خود علمای اهل سنت، سنت منظور اهل بیت دیگه، همون رو هم اگر بحث بکنیم میبینیم سنت رسول خدا دست خودشون له شد. اهل بیت فهمودن خب و سنتی، سنت را ما حفظ کردیم، شما آتش دارید، ما اهل بیت، درسته دیگه. آقا شما فرمودید، درست فرمودید، پیغمبر نفرموده فرزن اهل بیت، گفته سنت. خب سنت پیش ماست، شما که آتش دارید، اهل سنت ما هستیم. اینو بحث کردیم قبلا. بله، قبلا. خب تکرار کنم، میارزه تکرار بکنیم.
پیغمبر اسلام فرمود قرآن را خدا به من داد، نازل کرد به زمین، بعد منو دعوت کرد به معراج، گفت بیا بالا. رفتم اونجا، گفت اینم تفسیر قرآن، 1,000,000 مسئله است، 1,000 باب، هر بابش 1,000 مسئله، میشه چقدر؟ 1,000,000. حالا تشریف ببرید زمین، این رو بده به خانوادت، بگو من زحمت کشیدم 23 سال قرآن از خدا آوردم، شما هم تفسیر قرآن، معنای قرآن را منتشر کنید، بشود پایه اسلام دوتا. مطلب اول. مطلب دوم، پیغمبر فرمود هیچ کس حق ورود به قرآن تنها را نداره. آقا مگر این کتاب آسمانی نیست مثل تورات و انجیل و زبور؟ بله. خب اونا میخونن، اجازه بده ما هم بخونیم دیگه، قرائت قرآن اشکال نداره، بخونید، حتما بخونید، حتما بخونید. اما میخواهید بگید من میخواهم قرآن بفهمم، فهم قرآن را خداوند داده به اون خانواده که مال خودمه، برید از کانال اونها بیایید. خب اونا کیان؟ انا مدینت العلم، اینجا علم به معنای قرآنه، و علیم بابها یعنی سنت، یعنی روایت. انا قرآن، من خودم قرآنم، قرآن ناطقم، علی ابن ابی طالب هم تفسیر منه، درست شد؟ احدی حق نداره قرآن تفسیر کنه. عبارت چی بود؟ من فسر القرآن به رأیه. اینجا به رأیه چیه؟ من فسر القرآن من دون ان یستفید من علی ابن ابی طالب. کسی قرآن تفسیر بکنه با رأی خودش، خب میاد میرسه به آیه چی؟ آیه که قبلا بحث کردیم، آیه 18 سوره سبع، میگه نقطه در کره زمین هست از این طرف تا اون طرف بین اون روستاها و شهرها همه باغه. همه مفسرین نگفتیم، همه مفسرین اهل سنت گفتن، شیعه ها هم دنبالشون کشوندن، مبتکر تئوری یا برجسته از... کننده تئوری بله. تفسیر قرآن به قرآن همین اشتباه را بله. کرده المیزان. بله. لذا ما آقا عقیدمون اینه، توضیح فرمایش شماست، قرآن رو نمیشود تفسیر کرد مگر با خود کلام اهل بیت و آیات خود قرآن. خود آیات قرآن هم در واقع نمیشه ازشون بهره گرفت بله. مگر با کلام اهل بیت بله. تفسیر فقط تفسیر بله. بله. روایی. کمی امروز آرام بریم، مطلب خالی نمونه، هر جا احساس کردی خله هست بزن. پر کنیم اون خله رو. انا مدینت و علم قطعا به معنای قرآن بوده، ادله‌ای که داریم، من قرآنم، من قرآن رو بردم، علیون بابها، علیون تفسیرها، علیون هو سنه، ترجمه فرمودی. یعنی استاد خلاصه بحث اینه که حضرت امیرالمومنین و اهل بیت حاملان قرآنند، معانی قرآنند، تفسیر قرآنند، سنتند، تمام دین رو باید در اینها جستجو کرد. فرمود من فسر القرآن برأیه، یعنی من فسر القرآن من دون مراجعه الى اهل البيت، اگر قرآن را تفسیر بکنه به رأیه، با رأی خودش، فلیتبوا چی؟ مقعده من النار، فلیتبوا مقعده من النار، یعنی جای خودش رو از همین الان توی جهنم آماده بکنه. احسن. ببینید، تکرار کنم، جزء متواترات ها، جزء مسلمات. بله. تفسیر به رأی، نه تنها تفسیر نیست، برای خود ساختمان ساختن از آتشه در جهنم، برای چی؟ پس با رأی خود تفسیر نکنم آقای خونه فرزاده، پس چطور تفسیر بکنم؟ برای فهم شی شما میتونید از نقیزش بیاید دیگه. آقا از اینجا نرو، خب از کجا برم؟ باید من برم دیگه از این فضا. شما نباید از ذهن خودت، فکر خودت برای فهم قرآن استفاده کنی. از ذهن چی کسی استفاده کنم؟ حق داره دیگه طرف بگه. اهل بیت فرمودن قرآن لفظش خود آیات به پیغمبر نازل شده، معنای قرآن را به ما داده. اسلام دو تا پایه داره، یکی قرآن، یکی اهل بیت، چون سنت در اهل بیت. خب تا اینجا رسوندیم مطلب رو.
اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن امت دو قسمت خواهد شد. یک قسمت در مقایسه با یک قسمت اول 72 برابره، یک اقلیت با یک اکثریت. جزء مسلمات اهل سنت هم هست و جزء مسلمات شیعه هم هست. یک قسمت که تابع اهل بیت من در اقلیت هم. عملا اینطوری شد یا نشد؟ خب آقا از کجا بفهمیم این آقا شیعه است اون آقا غیر شیعه؟ فرمود آن کسی که قرآن را خودش تفسیر بکنه بدون ارتباط از درب ورودی قرآن که اهل بیته، اینها را ما قبول نداریم. تفسیر قرآن رسمی نیست. که میبینید یکی از بزرگان فقها به یکی از مفسرین ماشیه ها اشکال داشت، گفت آقا جان شما تفسیرتون اول نظر خودتونه، بعد تفسیر که تمام میشه مینویسی چی؟ بحثون روائیون. یعنی ببینیم حالا امام صادق چی میگه. آقا جون این چه تفسیریه؟ اول حرف خودتو زدی، حرف فلاسفه را زدی، حرف مفسرین رو گفتی، حالا که خالی از لطف نباشه ببینیم امام باقر چی گفته. اصلا این شیوهش این نیست. اهل بیت فرمودن تفسیر قرآن پیش اهل بیت، اول شما باید مثلا میگم البرهان را بگردید، تفسیر منصوب به امام حسن عسکری را بگردید، تفسیرهای دیگر مثل تفسیر مرحوم عیاشی را بگردید، تفسیر نور الثقلین را بگردید، تفاسیر روای دیگر را بگردید، چیزی از اهل بیت پیدا نکردید، آرام آرام منشی در توان دارید. این مطلب روشن شد؟ پس اهل بیت پایه دوم اسلامن که عبارت است از این که تفسیر قرآن، اسلام قرآنه، تفسیر قرآن هم اهل بیته. اینو رسوندیم. بخاری آمد این خط رو دنبال کرد راجب معاویه. این مطلب رو دقت کنیم. بله. که آقا جان ما احادیث پیغمبر را جمع میکنیم منهای اهل بیت. چطور جمع میکنید؟ ما همه رو خواهیم خوند. پیغمبر فرموده است الف لام میم ذالک چیه؟ کتاب. این قرآن منه. خودش میگه کتاب، اولین کلمه بعد از هم میگه من مکتوبم، من نامم. پس توجه داره قرآن از ذهن نباید استفاده بشه، قرآنی باید حجتش نوشته. یک. دو، خودش در ده ها مورد نفرمود قید العلم. علم چکار کنید؟ قید العلم بالکتاب. بالکتاب علم را کنترل کنید. اکتبو نمیدم لعب شاد، درست؟ پسر امراس میگه به من گفت بنویس، از ذهن استفاده نکن. حالا ما به سراغ بخاری بریم، این کتاب چی میخواست بنویسه؟ ابتدا عرض کنم این کتاب طبق نقل خودشون به شما معرفی میکنم، نه اون مباحثی که قبلا داشتیم، از اون زاویه نیست. ابن حجر نوشته این که برای معاویه، بخاری برای معاویه فضل تراشیده، نوشته از مجموع این کتاب 7275 تا بوده روایات بخاری، چاپ یک جلدی ریاض 7563 تا شده. رضوان محمد رضوان در فهارس بخاری نوشته است که 9082 تاست. کاملا تمرکز داشته باش، خلاها را بالاخره با هم پر کنیم. بدون احادیث تکراری شده 4000. 1341 در عربستان و سعودی احادیث معلقه اش را بی سندش را در آوردن. کل بخاری شد اون چه از پیغمبر اسلام نقل شده بود 2602 تا. دو تا خسته کنند دست بذار کنار، چند تا موند؟ 2600. یعنی بخاری صحیح بخاری دارای 9082 روایت شد چند تا؟ 2600. دقیقش 2602. تا کنون درباره صحیح بخاری 118 اثر نوشته شده، 59 اثر شرح تمام یا ناتمامه، توجه کنید. 28 کتاب به عنوان حاشیه نوشته شده، 15 کتاب تلخیص از مندرجات اونه و 16 کتاب درآمد است. این بخاری دقت کنید.
در تاریخ 1376 که این آقای بخاری برای معاویه فضل تراشیده، امروز مسلمین را گرفتار کرده، در مکه مکرمه قبول کردن آقا اون 9082 را همه را بریزید بیرون، بعدن سوا کنه. خب سوا کردن، بیش از 2602 تا بازگیر نیاوردن که منتسب به پیغمبر اسلام بشه. خب در اینجا اجازه بدید، بخاری اعتراف کرده من هیچ حدیثی را که شنیدم ننوشتم. چرا ننوشتی؟ میدونید ذهن خطا میکنه، کاغذ خطا نمیکنه. آقایان یعنی عمر، ابتدا عمر گفت که شما هیچی از حدیث پیغمبر ننویسید. برای چی؟ از اون پیغمبر میفرمود بنویسید. پیغمبر فرموده قید العلم بالکتاب، علم را با نوشتن ثبت کنید، به ذهن تکیه نکنید. عمر گفته نه، هر چی دارید همون حفظه، چون حفظ خطا میکنه. هر یعنی هیچ تضمینی برای باقی موندن در صفحه ذهن وجود نداره. بخاری گفت این عباراتشو برای شما بخونم. ایشون میگه من رفتم کجا؟ در بصره احادیثی جمع کردم، عمدن نشستم تا شام رفتم، در شام روایات بصره را یادداشت کردم. ای اوغلا، معناش چیه؟ اونجا شنیدی چرا نمی نوشتی؟ تبعیتاً از عمر که بالاخره اگر خراب شد، عوضی شد، جابجا شد، بعد بنویسم. اوغلا قضاوت کنید روایت اون وقتی که شنیدی بنویسی سالم میمونه، یا از بصره اون زمان سه ماه بری برسی به شام اون زمان بنویسی. حالا میگه حدیثی که در بصره شنیدم در جای دیگر نوشتم. بعد ابن عقده نوشته نه خیر آقا دروغ میگه. حالا کلمه دروغ میگه نیست، نیه من قبول ندارم این دوری نیست. چرا؟ او در بازگشت به بخارا احادیث را ثبت کرده، تمام کشورهای اسلامی را برگشت گشته، هیچ کدام را هیچ جا یادداشت نکرده. چرا؟ یعنی سالهای طولانی دنیای اسلام را گشته، آقای بخاری اومده مکه و شام و بصره و کوفه، بله، و مدینه، مدینه تا مصر هم رفته. بله حالا من دقیق نمیدونم، دنبال روایت، دنبال روایت گشته، شنیده، نگه داشته توی ذهنش، بله. وقتی برگشت به بلخ اینا رو نوشته، با حالا شده کتاب اول. از نظر قواعد حدیثی خود اهل سنت این مردوده، این معتبرترین کتاب آقایان وهابیونه. اگر دست دهم هم بگیرنش باز میگن مردود. حالا ابوالولید باجی عبارتش اینه، من از روی نسخه اصلی صحیح بخاری که در نزد فربوی کتابدار امام بخاری بوده نسخه برداری کردم. خب بفرما. در آنجا مواردی به چشم خورد که ناتمام است و برخی عنوانها نیز وجود نداشت، عنوان اصلا نداشت. شاید استاد منظور چیز دیگه باشه، عنوان بوده، حدیث نداشته. حالا الان داره میگه پاره از احادیث فاقد زندگی نامه شخصیت راوی بود. این کیه؟ نوشته تقی ابن نقی. این کیه؟ حالا و آنجا که شرح حال حدیثی بود، بله، و آنجا که شرح حالی بوده حدیثی نبوده. نبوده یعنی زید را معرفی کرده. خب زید چی گفته؟ هیچ. ما کی؟ آقای ابوالولید باجی. ما ناگزیر پاره ای را به پاره دیگر افزودیم. از کجا؟ به چه مجوز؟ چه دلیلی؟ کدوم قاعده؟ حالا تا این کتاب سامان یافت. از همین روز که نسخه های صحیح بخاری با یکدیگر تفاوت داره. ارشاد الساری جلد 1 صفحه 23. خب اینم اجازه بدید. بخاری در صحیحش معاویه را به عنوان صدر اعظم رسانده به حد صحابه. در کدام کتاب؟ صحیح بخاری. این صحیح بخاری این سرنوشتشه. آقا رفته دنیا را گشته، تبعیت از پیغمبر نکرده. اکتب و قید العلم بالکتابه. بابا چیزی را استاد میگه در کلاس همونجا یادداشت کن. نخیر، من میرم مثلا یک دانشجوست در قم درس میخونه، در تهران درس میخونه، اهل مثلا اهواز، اهل مشهد، تبریز،
بعد از 3-4 ماه برمیگرده، درس استاد فیزیک در دانشگاه تهران یادداشت میکنه. اوغلا کجایید قضاوت کنید دیگه. شما خیلی دست کم گرفتید موضوع رو استاد. 3 ماه کجا، 3 سال کجا، بعد از 20 سال برگرده. خب ایشون سفرش از بلخ تا بصره بیش از 3 ماه کشیده. خب تو راه بوده فقط که برسه به بصره. این چه کتابی است که خودش میگه من احادیث شام را در بصره، بصره را در شام، فلان چیز را در فلان جا؟ چرا چرا من جواب بگم؟ آقا روایت به سرش هر مقدار بلا بیشتر بیاد بهتره، چون با نوشتن خطا از بین میره، با ننوشتن خطا چی میشه؟ بیشتر میشه. حالا اینو من میگم، علامه عینی شارح صحیح بخاری در عمدت القاری جلد 1 صفحه 10 می نویسد حد اکثر، بله بخشید عبارت عوض خوندم، قد اکثر البخاری من احادیث و اقوال و اقوال الصحابه، قد اکثر البخاری من احادیث و اقوال چی و اقوال الصحابه و غیرهم به غیر اسناد، بدون اسناد بخاری زیاد روی کرد در آوردن اقوال صحابه. اقوال صحابه رو به فراوانی می آورد اما سند نداره. خب این صحیح بخاری دقت، یعنی در 2 جاش میلنگه. یک، بله. چرا اقوال صحابه به جای پیغمبر؟ 2، چرا بدون اسناد؟ اقوال صحابه رو میخواست واقعا جمع کنه. آره. یعنی اصلا اینها با پیغمبر اینها کار ندارن، اونها به ما میگن که اصلا اینها با خدا کاری ندارن، با پیغمبر کاری ندارن، فقط امامان را میگن. بابا جان پیغمبر را شما قبول کردید دیگه، درست؟ خب ما برای چی زحمت بکشیم؟ جواب آقایان وهابیون اینه، من میگم شما اهل بیت را قبول نکردید منهای پیغمبر، در ظاهر پیغمبر را که قبول کردید، در ظاهر. به این دلیل شیعه ها وقت صرف میکنن برای اثبات امامت، چون شما میگید نبوت را قبول کردید. این جوابتون. حالا جواب شما چی؟ ابن حجر عسقلانی در حدثاری صفحه 663 می نویسد احادیث مرفوع و معلق بخاری 2761 عدده. معلق یعنی بی سند، مرفوع سند رو خودش رسونده به معلق رو، بله، روایاتی را آقایی نوشته ردیف بندی کرده. نفر بعدی به خاطر اینکه این روایات راویش اولش 1 نفره، دیگه اسمو 1 نفر رو 1 بار میبره، دیگه نمیاره بقیه را تعلیقا به اسمو میاره، معلق کرده به او. خب یک نفر میاد از این 100 روایت معلق 50 تاشو میبره قسمت پایین در کتابش، چون اولین راوی نیامده کتاب دوم اولین راوی را نداره. اجازه بدید، بله، برای بینندگان توضیح بدم. یک نفر از شخصی به نام زید 100 تا روایت نقل کرده به این شکل: قال زید آب حلاله، شراب حرامه، درست؟ بعد روایت بعدی زید رو نیاورده و قاله و قاله، گفته گفته. این گفته ها همه برمیگرده به چی؟ قبلی. قبلی. حالا یک نفر بیاد از این 100 روایت اون پایینی ها رو نقل بکنه، چون زید در اول نیست معلوم نیست مال کیه، کیه. این نمیگن تعلیق و مرفوع، خودش سند رو رسونده به سند. بخاری 2761 روایت معلق داره. ابوالحسن مقدسی حنبلی گفته راویان احادیث بخاری از پل گذاشتن. آقا چرا؟ میگه هرچه بکوبیم کسی گوش نمیکن. تصویب کردن، تصویب سیاسی کردن. آقا اینو بایستی شما چی؟ حدثاری صفحه 38 دفاع از بخاری گفتن که یه آقای آمده از بخاری دفاع کرده، گفته آن شما راویانی که فقط بخاری از اونها نقل حدیث کرده و مسلم حاضر نشد از اونها حدیث نقل بکنه 4300 نفره. 4300 نفر صحیح بخاری از اونها اخذ خبر کرده، مسلم گفته من زیر بار نمیرم. بعد یعنی میگه خیلی خیلی محل بحثه. بله. ما الان مثلا فرض کن، خب ما عادت کردیم با همین روایات خودمون، شیخ طوسی بیاد بگه مثلا من روایت فلان رو قبول ندارم. بله. چند تا از این اسناد رو قبول نداری؟ 27 تا. بله. 36 تا. 40 تا. 50 تا. فرمودید 4000 و چقدر؟ بله 4300 حدیث، اون هم 2 قلوی بخاری نفر. بخشید ایشون میگه 4000 و
300 نفر حدیث نقل کرده، بخاری از اونها، مسلم گفته من اینا رو تایید نمی کنم. بعد مدافع بخاری گفته است من بررسی کردم فقط 160 نفر از این افراد ضعیفن و کذابن. خب همین رو قبول کن، یکی که بیاد توی کتاب دیگه صحیح نیست. مقدمه صحیح بخاری، بیروت، بله، چاپ دارالعلم، جلد 1 صفحه 16. حالا ابن حجر عسقلانی در فصلی از مقدمه خود بر صحیح بخاری جلد 10 صفحه 461 نوشته بله در صحیح بخاری از ناسبی ها روایات داریم، رد نشیم، از دشمنان اهل بیت روایت داریم. بحث ما این است، پیغمبر فرموده من قرآن آوردم، ورود به قرآن از طریق سنت، سنتم پیش اهل بیت منه. این آقا میگه، این ابن حجر میگه بخاری به جای اخذ حدیث از اهل بیت از کجا نقل کرده؟ از چه کسانی؟ دشمنان اهل بیت. به فرم آقای ابن حجر میگه بله، اسحاق ابن سوید ادوی، حریز ابن سلیمان حمصی، حسین باسات، حسین ابن نمر یا نمیر واسطی، عبدالله ابن سالم شعری، اکرمه مولا ابن عباس از اون خوارجا، عمران ابن حتام و و فلان. دقت کنید، بخاری در کتاب صلات و کتاب تهجد باب فضل سجود در معرفی خدا مطلب تورات را آورده، مطلب قرآن رو در باب بدء الوحی آغاز وحی، در باب پنج، در پنج باب، در پنج باب و در کتاب الشهادات یک بار بر ضد پیغمبر روایت نقل کرده. بخاری مدافع فضل معاویه چطور؟ گفته پیغمبر دو رکعت خواندن نماز عشا، پیغمبر نماز عشا میخوند دو رکعت خوند. خیلی بعد اقامه نماز عصر پس از غروب، پیغمبر اسلام نماز عصر بعد از غروب خونده. دقت کنید، در فصولی به حضرت ابراهیم در کتاب جهاد و سیر اونجا اهانت کرده در سه مورد. بعد گفته تمیم داری مسیحی کل قرآن را در یک رکعت نماز میخونده. یه آقای شراب فروشه، دزد، شراب فروش، بله، دزدی که دوست صمیمی 20 و چند سالش امانت بهش میده اموالشو، بله، ظرف طلا را دزدید، خودشم شراب فروش رسمی، احسن، تو راه میمیره، بله، دم مرگ به این دوست صمیمی 20 و چند سالش تو راه مکه میگه من دارم میمیرم، اموال منو بده به خانوادم، میره میده به خانواده، بعد خانواده باز میکنه میبینه، بله، یه نامه توشه، نامه رو میخونن، تو نامه نوشته که من دارم میمیرم، این وسایل دادم دست دوستم، عزیزم، جانم، آقای تمیم داری براتون بیاره. محتوا اینه، فرض کن مثلا از خودم یک خیک روغن، نمیدونم چقدر کلغن، حالا از باب مزه عرض بکنم، و این مقدار طلا، اینا باز کردن تمام فهرست درست هست اما طلا نیست، بله. آقای داری ندیده، تمیم داری ندیده این فهرست تو کم کن. یکی از مدافعین بخاری، صحیح بخاری، آمده قبول کرده، گفته بله اون چی که بخاری می نویسه درسته، پیغمبر اشتباه کرده، نماز عصر را قضا داده، نماز عشا را دو رکعت خونده و و اینا رو. بعد گفته تمیم داری مسیحی کل قرآن را در یک رکعت خونده و از افتخارات پیغمبر این است که تاریخ دمشق، ابن اسحاکر، پیغمبر مردم را جمع کرد به مسجد جامع، رفت بالای منبر گفت امروز روایات آقای تمیم داری را برای شما میخوانم. پیغمبر شد راوی، اینشون شد چی؟ منبع علم. گرفتی؟ پیغمبر از از تمیم داری برای مردم چی؟ مطلب نقل میکنه. حالا اجازه بدید برگردیم به اصل موضوع، دور نشیم. المجروحین، خطیب و نسائی و ابن حبان از ابو هریره نقل کردن. دقت کنید، اینها ابو هریره ای که برای اونا راویه میگن، گفته که الامنا عند الله ثلاث، ترجمه چی میشه؟ امینانی که نزد خداوند مقبولن سه نفرن. یک، خب، انا، خب، من پیغمبر امین خدا هستم، و جبرئیل و معاویه.
سه نفر امین در کره زمین وجود داره خدا. خب روایت بعدی، هر دم از این باغ بری میرسه تازه تر از تازه تر میرسه. واصله گفته است که قال رسول الله، بله داستان نسائی را به یادمون باشه بگیم. بله نسائی رفته بود شام، بله مردم گفتن تو راوی هستی، محدث بله هستی، بله بیا بر ما بزرگان حدیث آره. شدی راوی روایت بخون. فضل معاویه مطلب بود. مسجد امویان، مسجد بله. جامع رفت رو میبرش که به روایت خوندن. یه روز دو روز سه روز مردم گفتن چه معاویه چی نمیگی تو؟ بله گفت چیزی نداره، گفت از فضلش بگو. گفت والا روایتی از رسول خدا در فضل معاویه نشده. بله معاویه یه روایت از زبان رسول خدا داره، اون هم مدح نیست، فضل نیست، نکوهشه. بله. رسول خدا فرمود لا اشبع الله بطنه، خدا سیرت نکنه، خدا هیچ وقت تو رو سیر نکنه. بر همینه که طوری زدن بیچاره دیگه جنازش مون دیگه. آره وقتی که رو منبر بود میارنش پایین میزنن. بله. در آستانه مرگ قرار. بله. میگیره، میگه من از این شهر شام. بله. ببریدم بیرون. بله. خلاصه سوار میشه خودش و غلامشو، به هر زحمتی میرن، بین راه میمیره، به مکه. بله. نمیرسه. جالب اینه معاویه هم طبق این روایت همه دارن میگن سر سفره که میشینه همیشه میگفت خسته شدم سیر نشدم. در یکی از همین جلسات رد نشیم، معاویه دید همه در مدح او شریکن، همه میخوان پول بگیرن، به یکی گفت که تو کرا ساکتی. نمیدونم آقا من تحمل شینم خاشم گفت معاویه گفت تو چرا ساکتی؟ حرف نزد. گفتم تو چرا حرف نمیزنی؟ گفت راست بگم تو میزنی، دروغ بگم خدا، راه نجاتم سکوت. اینجا اتفاقا دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت. بله. گفتن و گفتن به وقت خاموشی. بله. سکوت کنی هم خدا میزنه. بله. واصله میگه پیغمبر فرمود ان الله اعتمن علی وحیه جبرائیل و انا و معاویه، خداوند برای وحی خودش سه کس را امین دونسته، بقیه امین نیستن، یکی خود جبرئیل، یکی من پیغمبر معاویه. و کاد ان ادای میروات و کاد ان یبعث الله معاویه نبیا من کثرت علمه و اعتمانه علی کلام ربی یغفر الله لمعاویه ذنوبه. هدف از جعل این روایات بهتان دیگه، بهتان به زبان پیغمبر اسلام، که پیغمبر اسلام فرموده باشه امین وحی الهی در جهان هستی سه نفره، وحی الهی، امین وحی الهی جبرئیل است و من پیغمبر و معاویه، این کتاب های آقایان وهابیون دیگه. پشت قضیه چی بوده؟ معاویه یقین میدانسته پیغمبر فرموده اسلام دو رکن داره، یکی خود قرآن، یکی تراجمت وحی الله. اونا کیا هستن؟ اهل بیت. اهل بیت هم ترجمه اینجا به چه معناست؟ به معنی معنا را القا کردن. بله. بله انتقال معنای قرآن، ترجمه، پرده ظاهری را بردار واقع را نشان بده، ترجمه. خب تفسیرم به همون معناست، کشف القناع. معاویه میدانست امت اسلامی یقین دارن پیغمبر اسلام فرموده قرآن دو پایه داره، یکی ببخشید اسلام، یکی قرآنه که من آوردم، یکی هم در معراج به من خدا داده یک میلیون مسئله است، علم اون را به اهل بیت دادم که تفسیر قرآن به نام سنت. پس اینجوری میشه اینا با این روایت های اینچنینی میخوان بگن که بعد از رسول خدا اهل بیت نیستن. آها. بلکه معاویه است. احسن احسن. ایشون این همه روایات جعل کردن که امین سوم خدا معاویه است، یعنی معاویه جایی که معاویه میدانست امت قبول دارن که اهل بیته، درست؟ این که میبینید در جنگ باید بگیم دیگه، یزید بر علیه اهل بیت امام حسین رو، خانوادش رو، خب یارانش رو کشتند و اسیر کردن، خانوادش اسیر کردن، در شام چقدر مردم خبر داشتن از قضیه؟ من بگم جریان بعدی چی شد. بنی عباس به قدرت رسیدن چند سال بعد، زمان امام صادق. اینقدر بنی امیه و مدافع بنی امیه کشتن، جنازه های نیمه جان را تو یک کوچه، کوچه های اون زمان هم مثل اون زمان نبود، ارزش کم بود به خاطر اینکه معبر شتر بود دیگه، مثلا کوچه های 4 متری،
پر شد از نیمه جانها، جنازه ها و نیمه جانها. آقایان بنی عباس آمدن فرش های بزرگی انداختن روی جنازه ها، شروع کردن به خوردن آشامیدن در حالی که جنازه ها تکان می خوردن. تعدادی از انسان های عاقل بنی امیه، مدافع بنی امیه، باید بگیم مدافعینشون، آمدن حضور بنی عباس، گفتن آقا ما رو نکشید، ما خادم شما هستیم، اجازه بدید دردمون رو بگیم. بفرمایید. واقع قضیه اینست که ما در کره زمین در شام استعمار فرهنگی شده بودیم، این تعبیر مال منه. ما فکر میکردیم در کره زمین احدی اهل بیت پیغمبر نیست جز معاویه و اولاد معاویه. الان به ما میگن که غیر معاویه اهل بیت پیغمبر بود. ما گناهمون چی بوده؟ در فضای شام انقدر مردم استعمار فکری شده بودن، در جهل مطلق بودن، ما خودمون را تنها وارث پیغمبر میدونستیم و بنی امیه را تنها وارث میدونستیم. معاویه ما را اینطوری تربیت کرده بود. پس مشخص میشه معاویه میخواسته جای اهل بیت بنشیند تا امام سجاد بعد از حادثه عاشورا و خطبه را خوند، آرام آرام مردم بیدار نمی شدن. ای اهل بیت، اینها هستن مدافع واقعی، مترجم، تراجمت الله، اینها هستن. خب برگردیم به جنبندی. بله، جنبندی. جنبندی این شد، بحث ما این شد. یکی از پرپاقرسترین مدافعان معاویه بخاریه. بخاری که خودش کتابش به قول شارحان خودش و مفسران خودش از همه جاش می لنگه. بله، که دیگه نمیشه توصیفش کرد. حضرت علی فرمودید. بله. حالا این آقای بخاری هدفش چی بوده؟ بله. هدفش این بوده که این معاویه رو تقدیس کنه. بله. تا خط اموی رو به عنوان مفسران قرآن مطرح کنه، به خصوص با این روایت و این جور روایت ها که امین وحی خدا. بله. یکی منم که رسول خدا، یکی هم جبرئیل که وحی رو میاره به من میرسونه، و یکی دیگه به جای علی ابن ابی طالب معاویه است. ناقلان این روایات به اعتبار اینکه در صحیح بخاری سه جا بخاری معاویه را تقدیس کرده، فضیلت به ایشون نقل کرده، اینها جرأت کردن معاویه را ببرن به جای پیغمبر اسلام. ما میخوایم بگیم مردم بدانید این بخاری از 9082 روایتش 2602 تا سند داره. این یک. دو، اعتبار این کتاب این است که اساساً هیچی رو ننوشته. بله، اساساً هیچ روایتی را به محض شنیدن ننوشته. در بصره شنیده، عمدن در شام ثبت کرده، در شام شنیده، در مثلا فلان شهر ثبت کرده. چرا؟ اوغلا قضاوت کنید، اگر اینها قصد خیانت نداشتن، با اهل بیت اینات نداشتن، چرا به محض شنیدن نمی نوشتن؟ ما با اوغلا مواجهیم. من میرم، خب در دانشگاه هم تدریس کردم، در حوزه هم تدریس کردم، من به شما عرض میکنم، یک نفر استاد که میره پشت تریبون کنار به اصطلاح تخته، بسم الله الرحمن الرحیم، دانشجو اینطور نگاه میکنن، استاد چیزی که میگه یادداشت میکنن. چرا؟ میفهمن ذهن قادر به حفظ نیست. دنیا اوغلا بدانید قطعا متون اهل سنت یقینا نوشتن، بیش از 1000 سند نوشتن، بخاری اخبار را نمی نوشته. آخر ابن عقده گفته حتی رفته در همون چیز بخارا نشسته، بخارا بود دیگه، وطن است، روایات چند سال قبل را اونجا یادداشت کرده، اونم با این وضعی که آقای باجی گفته است. این معتبرترین کتاب آقایان وهابیون. یه جمله من اینجا اضافه کنم، آقایان گیر دادم صحیح بخار چیز کافی شیعه ها. دنیا میداند اون روزی که کافی نوشته شده، همین علمای شیعه روایات صحیحش رو شمارش کردن، قویش شمارش کردن. منم در کتابم آوردم، مرحوم حدائقم تصفیه کرده، گفتی این مقدار از روایات کافی ضعیفه، این مقدار صحیحه، این مقدار دقیق. مرحوم مجلسی در مرآت العقول، از من اتفاقا از مرآت العقول جمع کردم، کتاب درست کردم.
یعنی با مذاق مجلسی که صحیح معرفی کرده منم صحیح تلقی کردم که دیگه بعد از مجلسی ما نداریم. کسی اینقدر در برابر روایت خاضع و فروتن باشه. اینو میگن مذهب. مذهب شیعه بگه من شیعه هستم اما در کافی تحصیب هر روایت باشه میدانم کدام ضعیفه کدام صحیحه، با اصول با قاعده رجاری عمل میکنم. 70 سال مراجع روی این زحمت میکشم. ما هم نگفتیم کتاب کافی جزء کتابهای صحاح ماست. ما صحاح نداریم، ما قرآن ما را داریم، کتب اربعه داریم معتبرن. بله. نه به معنی اینکه 100% صحیحن. بله. مثل شما و هر کس باشون مخالفت. بله. کنه. خود مرحوم کلینی در کتاب الحج، در کتاب الصلاتش که چند بار پیش آمده، خودش بعضی روایات رو درشون انقلت داشته. جنبندی من 2 دقیقه، 1 دقیقه مال من بفهم. بقیه مال شما بفهم. داره جنبندی خودش هم 1 دقیقه است از پیش کشید زرز کردیم. بله. اون اینه که اساساً در کتاب صحیح بخاری اهل بیت نیست. احسنت. معاویه هست. صحیح بخاری مال معاویه است، نه مال علی بن ابی طالب. و نه حتی چون علمای اهل سنت هم باش مخالفن خیلی هاشون. بله. بیش از 100 نقد خورده. خودش گفته روایت کیسه ابن ابو هریره. آره روایت کیسه. کیسه بیش از 100 نقد یعنی انتقاد از بین علمای اهل سنت علیه صحیح بخاری آمده. با این حال کتاب اولشون هست. آقا سپاسگزارم از شما هم عزیزانی بیننده، سپاسگزاری میکنیم ما را همراهی کردید. ذکر شریف صلوات هم که انشاءالله همیشه بر زبانتون خواهد بود. خدا نگهدارتون و التماس بدون. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.